کشته شدن مستعصم به دست هولاکو خان 20 فوریه 1258 به گواه تاریخ سال 1258 میلادی در چنین روزی مستعصم پادشاه بغداد 7 روز پس از غارت بغداد توسط خاندان ایلخانی مغول کشته شد. گفته شده هنگامی که هولاکو خان قصد کشتن مستعصم را داشت به او گفتند که خلیفه یک مسلمان است و ریختن خون مسلمان برای سلطنت هولاکو خان بدیمن است و باعث از بین رفتن خیر و برکت می شود. به همین خاطر هولاکو خان فرمان داد مستعصم را طوری به قتل برسانند که خونی از او ریخته نشود. طبق برخی از روایت ها خلیفه را در دریا انداختند تا غرق شود. در سفرنامه مارکوپولو آمده مستعصم مال و زر و ثروت بسیاری داشت. او را در اتاقی پر از طلا و نقره حبس کردند و گفتند هر وقت گرسنه شدی از ثروتت بخور و بنوش و به همین منوال او از گرسنگی و تشنگی مرد. طبق دیگر روایات هولاکو خان دستور داد تا او را لابلای چند نمد بپیچند و به شیوه نمد مالی آنقدر او را بکوبند تا کشته شود اما خونی جاری نشود. ابو احمد عبدالله ابن مستنصر بالله که او را بیشتر با نام سلطنتیش مستعصم بالله میشناسند متولد 1213 میلادی آخرین خلیفه خاندان عباسی بود. با اینکه عباسیان جزو مقتدرترین حکومت‌های منطقه بودند اما مغول‌ها هم یک تهدید بزرگ به حساب می‌آمدند. 29 ژانویه 1258 هولاکو خان بغداد را محاصره کرد. مستعصم با 5000 سرباز آماده دفاع از شهر شد. گفته شده مستعصم می‌توانست از حکومت‌های همسایه درخواست نیرو کند اما به دلیل اختلافات سیاسی تمایلی به این کار نداشت. مغول‌ها بلافاصله دست به حفر خندق و ساخت دژ زدند و با حملات پی در پی بغداد را مورد هدف قرار دادند. 5 فوریه مستعصم با درک شرایط پیامی جهت مذاکره برای هولاکو خان فرستاد اما رد شد. چند روز بعد شهر تسلیم و خلیفه کشته شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سربازان مغول منازل، مساجد، کاخ‌ها و کتابخانه‌ها را ویران کردند. بسیاری از کتاب‌ها سوزانده شد و سربازان از جلد چرمیان‌ها صندل درست کردند. همچنین بسیاری از آثار باستانی و سازه‌های چندین ساله با خاک یکسان شد. گفته شده ویرانی‌ها و کشتارها به قدری زیاد بوده که خود هولاکو خان اردوگاهش را به جایی خارج از شهر انتقال داد.